به استناد شاخص‌های اقتصادی عمده نگاهی داریم به وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی. گزارشی داریم برای توسعه انسانی. رتبه ایران بر اساس شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد از 68 در سال 2014 به 63 در سال 2017 تنزل یافت. رشد اقتصادی. به استناد بانک جهانی نرخ رشد تولید ناخالص ملی که با روی کار آمدن حسن روحانی منفی 19% بود در سال 2019 به منفی 6.76% کاهش یافت. دکتر مهدی قدسی اقتصاددان در مصاحبه اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا میگوید با بررسی شاخص رشد اقتصادی درآمد سرانه حقیقی در دوران 8 سال ریاست جمهوری روحانی کاهش چشمگیری داشته است. ببینید اگه بخوایم بررسی بکنیم به صورت 8 ساله دوره آقای روحانی و مقایسه بکنیم با رئیس جمهورهای پیشین، خب رشد اقتصادی ایران کمترین میزان خودش رو داشته در این 8 سال. یعنی اگه بخوایم تخمین بزنیم که چه میزان رشد در سال 2021 وجود داره به واسطه ریاست جمهوری آقای روحانی، خب کل این 8 سال ما فقط 1.5% اقتصاد ایران بزرگ شده و به خاطر اینکه جمعیت افزایش پیدا کرده بشه گفتش که درآمد سرانه حقیقی حتی ممکنه 6-7% کاهش پیدا کرده باشه نسبت به 8 سال پیش وقتی که آقای روحانی ریاست جمهوری رو گرفتن. کسری بودجه. به گفته رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی، کسری بودجه دولت روحانی تا 20 مارس 2021 بین 9 تا 10 میلیارد دلار برابر می شود، یعنی 800 میلیون دلار در هر ماه، 200 میلیون دلار در هر هفته. به استناد نمودار وبسایت تریدینگ اکونومیکس که آمارهای اقتصادی 196 کشور را ارائه می دهد، کسری بودجه از زمان روی کار آمدن دولت روحانی از حدود 1% به منفی 9.5% افزایش یافت. بیکاری. نرخ بیکاری در 8 سال گذشته از 10.4% به 10.9% افزایش یافت، اما به استناد مرکز تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی آمریکا شعبه سن لوئیس، نرخ بیکاری جوانان بین 15 تا 24 ساله در ایران که در سال 2013 24% بود در سال 2019 به 25.46% افزایش یافت. اشتغال زنان. به گزارش فاینانشال تریبون نیز در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری روحانی حدود 17% از تمامی دانشجویان دانشگاه ایران دارای شغل بودند، اما 79% از آنها مذکر و تنها 21% مؤنث بودند. فقر. بانک جهانی در آخرین گزارش خود میگوید نرخ فقر در ایران از سال 2017 تا 2019 یعنی قبل از همه‌گیری کرونا به 14% افزایش یافت و برآورد می شود اکنون به علت بیکاری ناشی از این همه‌گیری و افزایش هزینه های زندگی ناشی از تورم به 20% رسیده است. تورم. نرخ تورم از 36.6% در سال 2013 به 39.9% در سال 2020 افزایش یافت. به گزارش بانک جهانی نرخ تورم به علت کاهش بیشتر ریال در مقابل دلار در فوریه سال جاری میلادی به 48% افزایش یافت. فساد. رادیو فردا در گزارش میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی به تحریم‌های سنگین به ویژه در دوره دولت ترامپ و سیاست فشار حداکثری به عنوان اصلی ترین عامل در وضعیت بد اقتصادی ایران اشاره میکنند، اما بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی 30% مشکلات اقتصاد ایران متأثر از تحریم هاست و 70% دیگر محصول سوء مدیریت، بی‌کفایتی ها، معضلات ساختاری و فساد است. در گزارش سال 2018 سازمان بین‌المللی شفافیت که 180 کشور جهان را برای فساد طبقه بندی کرده است، ایران در رتبه 149 قرار دارد. این سازمان میگوید بررسی‌هایش نشان می‌دهد که فساد نه تنها به تلاش جهانی برای مقابله با همه‌گیری کرونا آسیب می‌رساند، بلکه در تداوم بحران دموکراسی در جهان نیز نقش عمده‌ای دارد. مهدی آرامی، صدای آمریکا.